در ارتباط با ایران، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، امروز اعلام کرد که جنبش اعتراضی در ایران نابود شده است. در این حال او از آمادگی نیروهای امنیتی برای برخورد با هر گونه حرکت اعتراضی در ایران صحبت کرد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، امروز گفت که جنبش اعتراضی پس از حوادث انتخابات جنجال برانگیز خرداد 88 و یا به تعبیر او فتنه سبز، پتانسیل و ظرفیت اجتماعی نداشته و برای همیشه از بین رفته. احمدی مقدم که به یاسوج سفر کرده، به خبرنگار ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گفته که اعلامیه‌ها و بیانیه‌های مخالفین در فضای مجازی و در خارج از ایران توسط گروه‌ها و افراد معاند نظام برنامه‌ریزی و به نام گروه‌های خاص در داخل ایران منتشر می‌شود. فرمانده پلیس ایران در حالی از نابودی جنبش اعتراضی در ایران سخن گفته که در عین حال اعلام کرده که نیروهای امنیتی ایران با تمامی قوا برای کوچکترین حرکتی که به تعبیر او از سوی فتنه‌گران دیده شود آماده‌اند. این را در حالی بیان می شود که پیش از این برخی از مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به زنده بودن جنبش اعتراضی در ایران و لزوم هوشیاری و آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی برای برخورد با این گونه اعتراضات احتمالی هشدار داده بودند. من معتقدم جنبشی که هنوز منشأ و ریشه های بروز اون در جامعه وجود داره، خب شکاف هایی که باعث به وجود اومدن جنبش سبز شد، شامل شکاف طبقاتی، شکاف دولت ملت، شکاف ایدئولوژیکی که در بخشی از بدنه نظام به وجود اومد، سرکوبی هم که در پس اون از طرف حاکمیت اعمال شد، اون چیزی رو که میبینیم تداوم جنبش اعتراضی در ایرانه. شاید در فاز خیابانی برای مقاطعی این جنبش در رکود و سکون باشه. مقامات جمهوری اسلامی دائما سعی دارن که اینطور القا کنن که جنبش مهار شده و الان موجودیت نداره، منتها خودشون صحبتهای خودشون رو نقض میکنن. شما در صحبتهای فرمانده نیروی انتظامی هم دقت بکنید، خودشون میگن که ما با عوامل فتنه برخورد میکنیم اگر تحرکاتی صورت بگیره. اساسا اگر جنبشی مرده باشه نبایستی اینقدر نظام برای اتفاقات خیلی جزئی دست پاچه بشه. جدا از این تنها اعتراضات سیاسی نیست که نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته. حسین طائب، رئیس اداره اطلاعات سپاه پاسداران، پیش از این در اظهاراتی گفته بود که آمریکا در صدد است که در فصل اول سال 1390 موجی اجتماعی با پیوند زدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به تحریم‌های بین‌المللی در ایران ایجاد کند و در نهایت با استفاده از نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی خود دست به کودتای مخملی تا پایان سال 1390 بزند. کوروش صحتی، صدای آمریکا. و در حوزه